بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صندوق نجات کودکان آمار کودکان زیر آوار مانده، بازداشت و مفقود شده در نوار غزه را اعلام کرد. صندوق نجات کودکان اعلام کرد که نزدیک به 21,000 کودک در نوار غزه یا زیر آوار ماندند و بازداشت شدند و یا در گورهای نامعلوم و دست جمعی دفن شدند. این صندوق که مقر آن در بریتانیا است در بیانیه اعلام کرد که شمار کودکانی که به دلیل حملات فزاینده اسرائیل از خانواده‌های خود جدا شدند افزایش یافته و کسانی که از کودکان نگهداری می‌کنند تحت فشار قرار دارند. منابع آگاه در یمن از کاهش ارزش واحد پول این کشور واقع در جنوب شبه جزیره عرب به پایین ترین سطح خود در تاریخ خبر می دهند. بخش عربی خبرگزاری آناتولی ترکیه بعد از ظهر روز دوشنبه 4 تیر در پایگاه اینترنتی خود نوشته که در میان بحران مالی شدید که یمن در نتیجه جنگ و درگیری چندین ساله از آن رنج می‌برد، ارزش ریال به عنوان واحد پول این کشور بحران زده به پایین ترین سطح خود در تاریخ رسیده است. منابع بانکی در یمن ضمن اعلام این که در معاملات روز دوشنبه در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی این کشور قیمت دلار به رقم بی سابقه 1820 ریال رسیده است. وزارت کشور افغانستان تحت کنترل طالبان گفته این وزارت سیستمی را برای ثبت تلفن‌های همراه شهروندان افغانستان راه اندازی کرده است. سخنگوی این وزارت افزوده که با توزیع فرم‌ها در میان شهروندان روند ثبت تلفن‌های همراه را آغاز کردند. او خاطر نشان کرده است که از یک سال به این سو این روند و توزیع فرم جریان دارد و این گروه در آینده ثبت تلفن‌های همراه را در تمام بخش‌های کشور عملی می‌کند. طالبان هر از گاهی در ایست‌های بازرسیشان تلفن‌های همراه مردم را نیز بررسی می‌کنند.